وقتی در زیر آب هستیم به کمک علامت‌ها یا سیگنال‌های غواصی با هم ارتباط برقرار می‌کنیم که من در اینجا چند تا از مهمترین سیگنال‌ها رو به شما میگم و در زیر آب این سیگنال‌ها رو با هم مرور می‌کنیم. اولین سیگنال، اوکی. وقتی که ما می‌خوام از همراه خودمون یا بادی خودمون بپرسیم آیا اوکی هست، شرایطش مناسبه، مشکلی نداره، این سیگنال رو بهش نشون میدیم، طبیعتاً بادی هم به ما جواب میده اوکی هستم. حتما وقتی شما این سیگنال رو دیدید به بادیتون جواب بدید تا مطمئن بشی که شما اوکی هستید و با هم دیگه در ارتباط بشید. سیگنال دیگه، اگر ما مشکل داشتیم، مشکلی داره، اگر بخوام دقیق به مشکل رو اشاره کنیم، بعد از نشون دادن این علامت مشکل رو با اشاره نشون میدیم، مشکل دارم، گوشم درد میکنه، مشکل دارم، آب توی پوستم رفت، میخوایم بریم بالا، سیگنال به سمت بالا، میخوایم بریم پایین، سیگنال به سمت پایین. همونطور که در آموزش ها اشاره کردم، میخوایم بپرسیم شما چقدر هوا دارید؟ میخوایم نشون بدیم هوای من کمه، کم کم وقت پایین غواصیه. میخوایم بگیم هوای من تموم شده و نیاز دارم که شما از alternative air source‌تون به من هوا بدید. این علامت، هوای من تموم شده و بادی شما به کمک alternative air source که به شما نشون دادم داره یه شلنگ زرد هست که شما هوا بدید. اگر ما در فاصله نزدیک به قایق باشیم اما نه خیلی نزدیک که این علامت اوکی شفاف باشه، از این سیگنال استفاده میکنیم که به افرادی که در قایق هستن نشون بدیم شرایطمون اوکیه، و اگر ما در فاصله دوری باشیم از این سیگنال برای نشون دادن اوکی استفاده میکنیم که اصطلاحا به اوکی از راه دور معروفه، که نشون بدیم که ما شرایط خوبی داریم و افرادی که تو قایق هستن مطمئن بشن که ما هیچ مشکلی نداریم. سیگنال های غواصی خیلی مهم هستن، به خصوص در زیر آب، پس حتما یادشون بگیرین و به موقع ازشون استفاده کنید.